حکومتی که مدعی بود مشروعیتش از صندوق رای می آید، حالا انتخاباتی را تحریزی کرده که بسیاری از مردم رای دادن در آن را راهی برای ایجاد تغییر نمی بینند و مشارکت نمی کنند. انتخاباتی که نه مردم به برگزاری آن رغبتی دارند، نه حکومت چندان علاقه ای. آیا این آغازی بر پایان رای گیری در حکومت جمهوری اسلامی است؟ سلام بر شما و خوش آمدید به صفحه دوی آخر هفته. در 18 ماه گذشته اپیدمی کرونا موج می آید و قربانی می گیرد. وضع اقتصاد به شدت وخیم است، هم به خاطر کرونا، هم به خاطر رابطه پرچالش با غرب و پرونده هسته‌ای که حل نشده باقی مانده. فساد در تار و پود نهادهای حکومت رخنه کرده و تصور برچیدنش غیر ممکن شده. نیروی نظامی و نهادهای غیر انتخابی تحت نظر رهبری زیرساخت‌های کشور را در اختیار دارند و فضا برای فعالیت نهادهای مدنی و احزاب روز به روز سخت‌تر شده. سپاه به هواپیمای مسافری شلیک کرده و ده‌ها نفر از جمله چندین کودک را کشته. هنوز نشانه‌ای از پیگیری جدی حکومت برای روشن شدن حقیقت در این باره دیده نشده. صدها نفر در اعتراضات دی 96 و آبان 98 کشته شدند. هزاران نفر در پی این اعتراضات و اعتراضات متعدد معیشتی بازداشت شدند و محکوم به زندان‌های طولانی. فقر به شدت ریشه دوانده. معیشت کارگران، معلمان و بازنشستگان با تورمی افسارگسیخته غیر ممکن شده. اعتیاد، خشونت و عدم امنیت اجتماعی هم بر این ملغمه افزوده. بسیاری از مسائلی که عنوان کردم در مناظره‌های انتخاباتی حتی طرح نشد. نامزدها بیشتر از دولت حسن روحانی انتقاد کردند و او هم پاسخ تندی داد.